Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bindegan aziz, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bazen hoşhal hastayım ki برنامه دیگی از برنامه های تحقیق خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، در برنامه قبلی خدمت شما یک تن از دوستای ما که اینا تائب هستن و از اعمال گذشته یا از امو فالبینی یا روی طالبینی و تعویز و ایگفایی که میکردن اینا توبه کرده بودن و خاطرات خدا برای ما بیان کردن. از این که این موضوع بسیار جالب بود و زیاد دوستای ما این موضوع خوششان آمدن و خواستن که معلومات بیشتر در این باره داشته باشن و خود استاد محترم هم خواستن که معلومات بیشتری در این زمینه ارائه بکنن تا که و تمام جزئیات امی برنامه های فالبین ها و جادیگرا و کسانی که تاویز های سحرآمیز و مثلا فریبکاری با مردم میکنن تمام اینا را برای مردم نشان بدن. خواستم که باز هم در یکی از برنامه های تحقیق حاضر شون و معلومات بیشتر در زمینه بدن. استاد محترم، باز ما برنامه ما خوش آمدین. خوش باش. استاد محترم، شما خود میفهمین که خود سحر و جادو که است، اصلا در قرآن عظیم شان گفته شده است که خود سحر و جادو را شیطان ها رواج کردن و تعلیم می دادن برای مردم، یعلمون الناس سحر. و دو ملائکی که آمدن، او دو ملائکه اونا هاروت و ماروت، و اصلا برازی آمده بودن که برای مردم فرق بین جادو و معجزه را بفهمانند. پس اونا باز برای مردم میگفتن که اینی کارها جادو هستن و اینی کارها معجزه هستن تا که مردم فریب جادوگرا و فالبینا را نخورن. سوال اول ما در این قسمت است که امی ساحرها یا فالبین ها و جادوگرایی که امروز مبتلا به همین مرض هستن، چه قسم مردم به شرک و کفر میکشانن؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بشک شرک و کفر کشانیدن مردم همیست استاد که در قدم اول خود شخص اگر یعنی ای عقیده را داشته باشه که امی خود تعویز نویس که هست، امی کسی که برای من تعویز نوشته میکنه، ای توسط تعویزش مشکل گوشهی کده میتونه، ای ضرورت به این است که خود امو تعویز نویس کدام به حساب ای را در شرک و کفر بکشنه، چون پیش از پیش خودش امی عقیده باطل داره، شخص خودش امی عقیده باطل داره. اگر به این عقیده باشه که یک شخص مشکل کشا بوده میتونه، چرا که مشکل کشا خداوند است و این صفت خداوند برای یک مخلوق میتونه، میگه که خداوند هم مشکل کشا بوده میتونه، زیارت هم مشکل کشا بوده میتونه، تعویز نویس هم مشکل کشا بوده میتونه، دیگه اینا در اینجا یک قسم خلق کردن، صفت خداوند بر مخلوق دادن، هیچ ضرورت نیست، چون کسایی که به این عقیده هستن استاد، اونا پیش از پیش به شرک مبتلا هستن، خودشان خوب به شرک مبتلا هستن و کسایی که میان اونا را هم نه مطلب از مراجعینی که میان، مراجعینی که میان بعضی هاشون امی عقیده را دارن که فلانا آقا صاحب توسط تعویض خود مشکل کشا بوده میتونه. خب و هم میتونه که مشکلات ما را حل بکنه و بر ما وظیفه پیدا بکنه. بله بله. و یا حتی به این عقیده باشن که بله. مثلا میتونه که تقدیر تغییر بده. تقدیر تغییر مثلا بله. الله سبحانه وتعالی بله. برای یک کس بچه میده. بله. آیت شریف هم تو میگه که برای بعض کس بچه میده، برای کس دختر میده، برای کس بچه و دختر میده و برای کس دیگه هیچ اولاد نمیده. بله. و اینا عقیده میکنن که اگر پیش از اینا ما رفتیم ای باز اونمو تقدیر تغییر میده و اگر ما مستحق اولاد نیستیم باز میتونه با تعویض خود و یا با چیز خود اولاد مثلا تمام تغییر تقدیر میده. یا اینا میگن که مثلا طفل ما زایی شدنی هست، اگر ما یک بند پخته از فلان آقا سه بگیرم، ما چون زیر بندش هستم، باز این بند از این مصر واقع میشه و توسط بند از این طفل مرا در بطن ما حفظ میکنه. یعنی همی که مثلا یک کس زیر بند یک کس دیگه از هیچی مانا میتونه؟ این خو یک عقیده است که پیش مردم است در حقیقت یعنی ببینید اگر این زیر بند بگوییم یک وی ما شما بنده هستیم. بله بله. اگر همی کلمه بند به حساب بندگی باشه، یعنی من در زیر بند از او هستم، یعنی بنده از او هستم. بعضی مردم همونطور فکر میکنن، نمیگن که ما بندش هستم، فقط میگن که زیر بندش هستم.
یعنی چطور زیر بند یک کس یک مخلوق میتونه زیر بند یک مخلوق دیگه باشه؟ اینا خب بعضی مردم اونایی که مطالعه ندارن از قرآن و از سنت دور هستن، اینطور فکر میکنن که یعنی به زیر بند بودن به این معنا پیش از اونا که صرف دم و دعا و تعویذ و شوهست و دودی فلانا آقا سای برای ما محصر واقع شده میتونه، اگر کسی دیگه برای ما دم و دعای میکنه یا اگر خودم برای خود دم و دعای میکنم ولو که دم و دعای شرعی هم باشه این برای ما تأثیر نداره. یعنی مثلا در آیت شریف است که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. علی آیت شریف خود میگه که شفا و رحمت در قرآن است. مثلا اگر این سوره مبارکه را شما بخوانین یا ما بخوانیم یا هر مسلمان دیگه که سوره فاتحه را بخوانه، اگر شفا در سوره فاتحه است، پس هر مسلمانی که کلمه میخوانه این سوره را بخوانه، شفا در قرآن گفتن. اما این که مثلا اگر این مربوط میشه برای آقا صاحب باید این را بخوانه، پس یعنی که زبان آقا صاحب برتریت داره از سوره فاتحه کرده، یا ایتر تلقین شدن که چون امی کسایی که تعویذ نویسا هستن و نام آقا صاحب و مرشد صاحب و پیر صاحب و بابا صاحب و به این نام ها مشهور هستن، یا به نام ملا صاحب مشهور هستن یا به القاب مختلف دیگه مشهور هستن، یا مردمی که مراجعه میکنن فکر میکنن که اینا اشخاصی با تقوا هستن و در زبان شخصی با تقوا خداوند یک تأثیر گذاشتن. یعنی در قرآن نیز در زبان هستی هست؟ در زبان هست. یعنی چطور تزکیه میکنه؟ مثلا همین شخصی که شما میگین با تقوا هست و در آیت قرآن میگه ولا تزکو انفسکم، شما خود تزکیه نکنین. مثلا ما چطور میتونیم یک کس را تزکیه بکنیم بر خداوند که بر خداوند رو بیش بسیار بیشتر است، در حالی که مثلا کل انسان ها که است متقیا یا مثلا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، کسانی است که الذين امنوا وكانوا يتقون، ایمان و تقوا داشته باشند. لکن اینکه مثلا یک کس را تزکیه میکنیم که حتی اگر این آیه قرآن یک کس دیگه بخونه تاثیر نمیکنه، تنها آیه قرآن مشخص برای زمین نفر است. یعنی اینجا تو یک مشکل در عقیده پیدا نمیشه که اینا به عوض قرآن به زبان از شخص زیاد اعتبار پیدا میشه؟ یک تنازع است دیگه طبعا، به خاطر از اینکه اینا فکر میکنن که کسی که از بابا و از اجداد، از یک اصطلاح دارن مردم عوام پیش خود که از پشت پخته است، فلان از پشت پخته است. حال مثلا ابو جهل و ابو لهب هم اولادای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بودن. بله. ابو جهل اولادی کی بود؟ ابو لهب اولادی کی بود؟ مشرکین قریش اکثر از اینا امی بچه های کاکای پیغمبر هستن بودن و اینا کلشان اولاد ابراهیم و اسماعیل علیه السلام بودن و همیشه یا خدمتگارای مثلا حاجی ها بودن و بیت الله شریف ها میکردن. لیکن آیا ای که مثلا یک نفر خودش در شرک و کفر مبتلا باشه، با وجود از این میتونه که مثلا ادعا بکنه که من مثلا به خاطر از اینکه پشتم پخته هست و خودم فقط قرآن در زبان ما هست، آیا قرآن از زبان ابو جهل و ابو لهب تأثیرش بیشتر است نسبت به بلال حبشی که نه قریشی بود و نه از منطقه بود؟ متاسفانه استاد دیجا متوجه از این نکته کس نیست، فقط اینا اینطور فکر میکنن که یک نفر اگر سید بود ولو که هر کس بود، حتی پیش ما کسایی میامدن میگفتن که ما با یک طفل شما عقیده داریم، همی که ما عقیده کردیم ولو که با طفل شما عقیده کردیم، ولو که شما نبودین از خانه تان ما خاک خوردیم با او عقیده کردیم، دیگه اینی برای ما مشکل کشم. شما یک حدیث شریف گفتن که کس که بر یک چیز عقیده میکنه و کلا الهی در کتاب بیشتر. بله بله. یک حدیث شریف بود که خب استاد به خاطر فهمیدن تمام موضوعات ما یک چند حدیث و بعض آیاتی که به ارتباط عقاید است به این باید سر کار بگیریم و این باید تشریح شود. دیجا یک حدیث شریف است، عبدالله ابن مسعود روایت کرده و ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الرقى والتمائم وتيولت شرک. احمد و ابو داود روایت کرده. خب ابن مسعود رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الرقى والتمائم وتيولت شرک، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که دم شرکامیز یا مو و تمیمه امو چیزهایی را که بند میکنن مثل مثلا نظر بند و مثل چوب و سنگ و مورا و گپا و تیوله و امو یک قسم تابیزه که او را برای محبت دادن بین خانم و شوهر یا مثلا بین عاشق و معشوق میگه این شرک است. و دیگه حدیث شریف است که من تعلق عن عبدالله ابن حکیم مرفوعا من تعلق شیئا وکل الیه رواه احمد و ترمیزی،
کسی که مثلا به یک چیز آویزان میکنه به گردن خود یا در وجود خود، و کل الیه به اونموشی سپرده میشه. یعنی منظور حدیث شریف اگر این باشه که وقتی یک انسان به یک چوب یا به سنگ یا به یک چیز دیگه ای را آویزان میکنه و یا قلب خود به او میشسپانه، دیگه خداوند متعال ای را به اونموشی میسپاره و از حفظ خداوند و حفاظت خداوندی خلاص میشه. و برای دوستا در این قسمت هم توضیحات خاص دادیم که کسایی که مثلا من علق تمیمتا فقط اشرکه و این مثلا خدا آویزان کردن اینمی مهره ها و اینمی چیزهای تاویز هایی که مثلا در او شرکیات است و یا مثلا چوب و این گفا را آویزان میکنن، این خودش دروازه ای از دروازه های شرک است. در این باره چیز میکنیم. من سوال من مشخصا این است که شما به اساس تجاربتان اگر اتو بگوین که امی تاویز ها که امی مردم هایی که تاویز میکنن یا مثلا امی کسایی که رمل اندازی و یا فالبینی میکنن و روی تاله میبینن، آیا ای برای مراجعین خود واقعا مؤثر خواهد بودن؟ سوال خود استاد، ای دوکا و فریب است با وجود از ای که مؤثر بودن نمیتونن امی کسایی که امی کارا مبتلا هستن با مراجعین خود هم باز اونا قسم قاید برشان میدن، در حقیقت اینا نماینده های شیاطین هستن استاد، به خاطر از اینکه در اینا در گپ هایشان امی گپ هایشان یک قسم است که گیج کننده است، یعنی یک شخص زیر تاثیر خود میاره. ما بعضی گپ ها را از این کتاب های تعویضات ایجا یاداش گرفتیم که در ظاهر اگر یک شخصی را میشنوه تو فکر میکنه که والا فلان شخص برای ما یا فلان ملا یا فلان آقا برای ما بسیار گپای خوب گفت، در حقیقت توسط این نوی گپای خوب ما میتونستیم یک نفر را در شرک بیاندازیم. گپا از این قرار است، یک شخص مراجعه میکرد میگفت که برای ما روی تاله بی بی، اول خود ایجا به حساب یک طبقه بندی شده بود که برای زنا جدا بود، برای اینی مثلا برای دخترات بود، برای بچه ها جدا بود، برای جوان ها جدا بود. امیر کم کم بخوانیم که بفهمه نمیده. خب اینجا مثلا یک دختر می آمد، یک دختر جوان می آمد، برای از اینجا جدا یک فهرست جور شده بود و یک چی چیزا مثلا می گفتیم؟ برش می گفتیم که صاحب این تاله، اول خب می گفتیم که نام چیز، نام مادر چیز، باز برش میگفتیم کتاب، اینال کتاب ورق میزدیم، باز برش میگفتیم که مثلا این کتاب برای تو میگه که صاحب این تاله زن باشد با دیانت و خوش کردار. اول او را باید خوش بسازیم که او یک قسم دلش نرم شوه و ما خوب با دیانت هستم و خوش کردار هستم، لکن خوش باور و اندک گبرو و دوست و دشمن را نشناسد. کی حدیث دیگه هیچ کس دوست دشمن خدا با تو باسانی مقصد میخوای یک کس رو که تو ولا گپرا هستی و تو دوست دشمن تا نمیشه دوست، چرا که بعضی ها در عقب با او در مقام دشمنی قرار دارند، لکن آسیبی به او نتوانند رسانید و ظفر بر او نخواهند یافت و یک نفر میانه بالا گاگاه او را نصیحت میکند، البته باید نصیحت را بپذیرد و قبول کند و پدر و مادر وی بیشتر از او یعنی قبل از او وفات خواهند یافت و از برادر و خواهر و خیشان نفع میانه بود و مدت است در کار خود متفکر و سرگردان به نظر می آید. مثلا این دختر مراجعه کرده که بخت ما بسته است یا پشت ما خواستگار نمی آید، آلی نیگه پای است که براز گفته می شه، اما عاقبت به خیر است و توکل را از دست ندهد. یعنی گفت گپای خوبم توکل را باید از دست ندید. یعنی یک چیز اول برای گفتن که یک تلقین شد که این دختر در عقب تو یک کسی است که بر تو ضرر میرسانه، یعنی یک بابی از بابهای دشمنی را بر از او باز کردین. ولو که خب این از روی چی میگه؟ یعنی که تو حتما دشمن دار هستی دیگه، فقط این فرمول است، این فرمول است، این فرمول برای کلگی گفتم میشه، برای کلگی برای هر کس نظر و اما مشکلش یک فرمول گفتم نه من منظوری است گفتم برای دخترای جوان، مثلا این برای دخترای جوان است، یعنی هر دختر جوانی که اومد برش میگه که یک از رقیب تو هست که میخواد که تو را اذیت برسونه و تو بیچاره نمیفهمی، یعنی تو هم کوشش کو پادازی دیگه خوبم تو به شیوه های مختلف، ما مثلا به این شکل جور کرده، امکان داره یک تعویض نویس دیگه برای شکل دیگه جور کرده باشه. بیشتر باز چی مثلا دیگه؟ باز ادامه شی هسته که برش گفتن میشه خب اما عاقبت به خیر است و توکل را از دست ندهد، چرا که زود به مراد دل برسد.
خود زود دیگه به مراد دل میرسه، یعنی حتما هم کسی کسی یعنی توکل به دست نتی، توکل به دست نتی، ناامید نشو، مایوس نشو، به مراد دلت میرسی. و گاه گاه مثل آتش افروخته گردد و زود فرو نشیند. یعنی یکان دفعه مثل آتش قار میشی، باز زود امی قار و غضبت فرو می نشیند. خوی یعنی کلگی از دیگه. و بیشتر از فکرهای فاسد و خیالات شیطانی است. اینمی زود قار شدن بیشتر از فکرهای فاسد و خیالات شیطانی است و باید از نامحرمان خود را بپوشاند. یگان گپای خوب باید برش خب عالمی که میگه که برای پیش دام محرم نبیاد اگر امی چک صاحبی که امیجه شیشته این محرمش است. ای خو محرمش در حقیقت نیست از نگاه شریعت و از نگاه اسلام، لکن اونا کاملا محرم خود فکر میکنن. کسایی که مراجعه میکنن امی کسی که تعویض نویس است ایره کاملا محرم خود فکر میکنن، حتی به کمترین حجاب بعضی ها توجه ندارن در مقابل از امی کسی که شیشته برشون دم دو تعویض میکنن. یک سوال مشخص اگر بکنم پیش مشخصا شما نی، بلکه امی کسایی که چی هستن، کسایی که در یک رشته باشه هم من مسلک خود خوب میشناسن، آیا شما تو دیگه کسایی که تعویض میتن یا روی تاله میبینن آتا برتان به حساب تجربه شده که اینا همه تو دختره که با همو فیشن و با مهارایش یا همو زنه که به همو شکل میهه و اینا محرم خود فکر کنن اینا استفاده های سو بکنن از اینا؟ استفاده های سو بسیار زیاد صورت میگیرم، بسیار زیاد است و من ایتو فکر میکنم کسایی که دمی بخش و دمی رشته هستن هیچ کدامشان از این اشتباهات خالی نیست و دلیل ای اصحاب دلائل داره. شما اشتباه فکر میکنی یک جنایت است؟ این واقعا جنایت است، لکن این جنایت چه قسم ایجاد میشه، از کجا منشأ میگیره، ما می منشأ و ایجادش هم یعنی به نظر من یک چیزی است که یعنی هر کسی که در یک کسب کار باشه او مجبور است، مکلف است، مجبور است امو کسبش را وادار میسازه که باید با همچون جرایم مبتلا باشم. یعنی که همیشه زن تنها میخواه و خلوت هم رازو میکنه و دختر جوانه می و او بیچاره هم انسان است که عقیده خود از دست داده و بر ازی صد شد خود تسلیم میکنه و تمام رازهای خانوادگی و فامیلی خود بر ازی میگه و این هم از این خلای ازی استفاده میکنه. تو کدام مثال دارین که مثلا خب اولش منشیش یکم اگه تشریح کنم استاد، منشیش اولش خامی خلوت است که خلوت با زنا میشه، دیگه ای که دومی که با وجود از اینکه خلوت با اینا میشه اما کسی اما خانمایی که مراجعه کرده اما طبقه اوناس که مراجعه کرده امی شخص محرم خود فکر میکنه. محرم خود فکر میکنه اگر امی شخص برش میگه که تو کاملا لباسای تو بکش که تو بالای لباس اگر بر تو دم خوانده شو مؤثر نیست، باید لباسای تو بکشی، اکثر مردم حاضر میشن که این کارا بکنن و این کارا میکنن. این کار میشه بسیار زیاد میشه و امی تعویض نویس هایی که در چهار دوباره ما هستن و در امی افغانستان هستن باز مراجعینی از اونا اکثرا پیش ما میاین. اونا قصه میکنن بودن؟ اونا قصه میکنن. چی مثلا؟ اونا مراجعین خود اکثرا خودشان میگن که بند تو برو فلانا پیش فلانا شخص هست روان میکنن، باز اینا که میاین قصه های خود اکثرشان قصه نمیکنن لکن بعضی هاشون قصه میکنن. یک قصه که مثلا کرده باشن قصه یک چند وقت پیش بسیار یک کیس بسیار جالب بود پیش ما آمد. یک دو تا خانما آمدن، خانما همونطور خانما دیگه در ظاهر همونطور خوب مفشن و عطر زدگی و لکن اندک محسن یکی شاید در سنای 40 بود، یکی شاید در سنای 28 و 30 بود، اینی سنی قرار داشتن. اینا آمدن گفت که ما بسیار یک درد داریم، یک مشکل داریم، امیجا پیش آمدیم اگر تو مشکل ما را حل بکنی. ما گفتم خب بفرمایید مشکل چی است؟ امی زن قصه کرد گفت از ما یک دخترم است در میشه کنه ستیوار است یا مچم چی است؟ ستیوار دست ستیوار است و نامش هم گفت خب نامش هم نمیگم، سنش هم گفت که در حدود 27-28 سال عمر داره. این دختر بسیار یک دختر حسین است، بسیار یک دختر جوان است، بسیار یک دختر حسین است. گفتم مشکل چی است؟ میخوای ایرارسی کنی به کسی کارش نمیشه؟ نه گفت این مشکل نیست، گفت مشکلی است که این دختر به فحشا مبتلا است، به فحشا مبتلا است. و آل گفت این که یک نفری که در نزدیکای ما هست نامش نمیگیرم، گفت پیش از این میره امی خودش یک شخصی است که مردم زیاد بهش مراجعه میکنه و ادعای از ایران میکنه که من حتی با مقامات بالای دولتی من سر و کار دارم، امی شخص جادوگر و ساحر این ادعا را میکنه
و ما از کسی نمیترسم و راستی هم بعضی از مقامات هم پیشان میایه و ای را به حساب یک شخص خوب فکر میکنم. من نمیخوام نامشان را بگیرم. خب کسایی که حتما کسایی که پیش فالبینا میرید حتما مشناسند، بسیار شهرت داره. یک شخص مشهور است که در بعضی در دست بعضی مردم یک چیز را میتن، یک ضرورت یک چیز را میتن که ما کم بگی بزرگ دم میکنن بازو دستش میسوزن باز یک شمشیر میکشن و نفر از زیر تاثیر خود قرار میتن. این شخص است گفتی دختر پیش از این شخص میره، یعنی امی دخترم با فساد اخلاقی مبتلا است و این خود شیخ هم با فساد اخلاقی مبتلا است. همین کسی که فال میبینه و تاویز میبینه و روی تاویز میبینه و حتی مراجعین زیاد هم دارن، صدها نفر این دختر شرکت کامیار میه و به همراه ازی با امی فساد مادر از دختر گفتی هر دویشان مبتلا هستن. خب گفتم خب خداوند هدایتشان کنه، خب خیر است. گفتم مال اصل مشکل در کجاست؟ گفت یکی خب اینمی مشکل است که اینمی یک کار شوه که پایش از اون نفر قطع شوه، تو با یک کار برای من بکو. دوم گفت مشکلی است که امی چرا گفتم این دختری کار میکنه؟ او گفتم یک ریش سفید آدم است، سنش هم زیاد است، چرا حاضر میشه که خدا بر از او به شکل تسلیم کنه؟ خب این دختر پولدارم است، خب پیسی خدا برش بتلا که خدا برش تسلیم نکنه. گفت این دختر در مقابل او شخص برش، خب این دختر گفت یک کار دیگه داره که امی یکان بچه های جوان گیر میکنه که دزی به حساب یک چند وقت دوست میشه و به می طریق امی پیسه های از این بچه ها را خورده میره. بازی ملا را گفت میگه که تو اینال این بچه که تو مست است و از این تو تاویز بکن. ملا برش میگه که ما برش تاویز میکنم که بر تو مسخر شوه، بر تو پیسه های خدا بده، الله تو در مقابل امرای ما امی معامله را کده برو. به می شکل دامه پیدا میکنه. و یک کس دیگه برای من قصه کرد، بسیار از اقارب بسیار نزدیک ما بود، از خیشای بسیار نزدیک ما بود. اونا برای من گفتن که گفت یک کسی بود که از جمله دوستا و آشنایا بود. گفتی برای من قسم میکنه که من یک چند وقت تو بیکار شدم، پروگرام شدم، چی کنم؟ ولی گفتم پیش خود سنجیدم، گفتم بیام یه تعویض نویسی، یک تعویض نویسی واس کو دمی بسیار فایده است، مردم مراجعه میکنن. میگه یک لوحه راستون نوشته کردم سر دروازه خود، رازم که تعویض نویسی بود، ازیرش نوشته کردم تعویضای فلان محبت و غیره و غیره. بالاخره دمی جا گفت امی شخص خودش یک شخص بسیار فاسد و فاسق هم بود، امی شخصی که تعویض نویسی را الوا میکنم. میگه یک زن پیش ما آمد، عزیزان میگه من بسیار خوشم آمد، ای را به می خسرم قصه کرده بود یک کسی که او از جمله آشنایش بود. میگه کدام مشکلی داشت؟ ما برش گفتم که این مشکل تو خواه حل میشه، 100% مشکلت حل میشه، لیکن یک ذره مشکل است به خاطر از اینکه سر تو ایتور یک سحر کده، یک سحر سر تو کده و ایره تا که تو زنا نکنی، عمل زنا را انجام ندی، امی سحر جادویی که سر تو کده جنیات در وجود تو روان کده جوی دیگه شکل دفع نمیشه تا که تو زنا نکنی. به او زن باز برازی گفته که حال خو ما برم پشتگی بکردم کردم زنا فقط بیاد تو کردم زنا خیلی زیاد است و اینا اشخاص به حساب خود کاملا تسلیم میکنن برازی می افراد و برشان میگه که یعنی اینا رو محرم خود فکر میکنن. باز اینا هم یک روز در یک وبسایت ایرانی ما خواندم دیدم، اما زن شکایت پیش یک شیخ رفته بود در ایران، باز ایره گفته بود که کدام مشکل داره، موضوع برش گفته بود که باید پشت تو نوشته شوه. باز ایره مکمل کالایش کشیده بود، اما پشت ازی نوشته کرده بود آیات قرآن هم تو واضح نوشته کرده بود، اما وبسایت انداخته بود، از طریق اینترنتی رو دانلود کرده بودم، شاید حالا هم در کامپیوتر کردم باشه یا ماشین کلید شده باشه. باز این زن بالاخره وقتی که نوشته و کلگه پا خلاص میشه، تجاوز میکنه، باز این زن خود از پیش از این خطا میده و میره و امو دادگاه شکایت میکنه و از امو تاریخ باز می تصویر شده اینترنت انداخته بودن. استاد محترم، من در یک برنامه در تلویزیون داشتم، غالبا سوال ها میشد، باز من جواب میگفتم. یک خواهر برای من زنگ زد گفت که برای من در یک کسی که تاویز میداد، برای من گفت که این تعویض من نمیتونم در کاغذ نوشته بکنم، این تعویض در ران تو نوشته میکنم. و بازو برام گفت چون این خانم تو تصور میکرد که این تعویض در ران من نوشته کرده، استاد عالی خوکت خونی در نوشته کرده و در رانای من نماز من چطور میشه؟ آیا شما باز من فرش گفت که خواهر عزیز از نماز تو کرده، خب مشکل بزرگ دیگه این چطور است که مثلا بعضی تعویض ها در ران نوشته میشه؟
ما پیشتر گفتم که یکی از منشأها امی است که خلوت با زنا بود و مراجعین که اینا دارن اینا به حساب امی شیخ محرم فکر کردن است. این دو علت شد. علت سوم ای است که در خود کتاب های تعویضات اینمه قسم راهنمایی میشه که کی تعویض در ران نوشته شد، در ران نوشته شد و ایده شکم نوشته شد و ایده پشت نوشته شد. حالا ما در حدیث شریف میخوانیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله دستش به دست یک زن نامحرم نخورد و اینا کسایی که به نام خود در مسند ششتن که خود اولادی پیغمبر میگیرن باز حتی به عورت غلیظی زنها مثلا سیل میکنن، خودش یک نوع توهین و تحقیر به اسلام، به پیغمبر اسلام، به علمای اسلام نیست؟ خب ایتر از استاد یک نفر میگه کسی گفته بود که من بسیار مراقب تو میباشم که میکالای تو تر نشه و او را در داخل دریا استاد کرده بود و بعد برش میگفت که اوش کنی دیگه، ما خوب از تو مراقبت میکنم که اوش کنی کالای تو تر نشه، دیگه هیچ امکان نداره که او در داخل دریا استاد باشه و کالای ازی تر نشه. یعنی کسا که پیش فالبینا میگن حتما به زنا، به گناه، به اعمال شرکامیز، به کل ازی مبتلا میشن، پیسیشان غارت میشه، یک استفاده های جنسی نامشروع از بیشان میشن، میشن. یعنی شوهرهایی که خانم های خدا بوده جایی هم میمانند، خب دخترهای خدا یا فامیل خدا شاید خوش بود برن بسیاری از زنان و عقایدشان تخریب میشن. امی سه ضربه هم پیسیشان میره، بله، پیسی شوهر دوزی میکنه و میبره برای فالبین میتن، بله بله. خب و دومش امرایش اعمال جنسی نامشروع که حتی آماده میشه که لباس خدا بکشه و در ران از او چیز شده؟ یا برشان میگه که ما این تیلایی هست که برتان دم شده توسط ازی باید شما قصیده شوین، باید بدن دان کردی چرب شود، باز از این قسم از باز خودشان چرب میکنن؟ خودشان چرب میکنن، خوب دیگه. چون اگر او زن برش بگه که من خودم هم کارم بکنم یا شوهرم بکنم، بازی برش میگه که امو اورادی که خوانده میشه تو یاد نداری، شوهرت هم یاد نداره. دست شوهرت هم دست خاطی و کمال را که داره، کمالی که دست ما داره، دست ما دست سعید است، شوهرت نداره. یعنی مردم از خدا نمیترسن؟ مردم ها خو اگر از خدا میترسن، خود دو علت استاد، یا ای که جاهل هستن، یک طبقه جاهل هستن، ای تو فکر میکنن که یعنی این هر کس میفهمه که در ناموس یک کس و تجاوز به ناموس یک کسی خودش گناه و یک جنایت از دیگه، بله، ولو که جاهل هم باشه قدر خود جاهل نیست که همین جنایت ها نفهمه، این را میفهمن. یا بسیاری مردم ایتو تلقین شدن که خب اگر خداوند لکبخش است به کوی میگیرد به کوی میبخشن، خداوند مهربان است، یعنی سر ناموس مردم تجاوز بکو و از عقیده مردم خراب بکو و مردم به شرک مبتلا بکو و پیسی حرام بگی و مردم به فسق و فجور روان بکو و سر ناموس مردم تجاوز بکو، بازم خداوند خب با ذات قهار هم هست، قهار هم و خداوند دوزخ هم خلق کرده دیگه. و در اینجا عقیده که مردم دارن استاد، اکثر عقیده، یک روز یک خانم پیش ما آمده به گفت شوهرم کس به انواعی از فسق گفت مبتلا است، ما گفتم خب این تبلیغا رو برش ببر، برش بشنوان، این کتابا رو پیش رویش بان که بخونه، ان شاء الله خداوند اصلاحش میکنه. درباره فحشا باز کتابا بود که ما درباره تبلیغا بود و کتابا بود، گفتم میره برش بده، خداوند مهربان است. گفت سیس رفت. دیگر روز باز من گفتم چطور شد اصلاح نشد شوهرت؟ میگه شوهرم برای من میگه که تو دیوانه هستی، تو چی هستی، این تبلیغا، این کتابا، این گپا هست. من خودم یک آدم پیسه دار هستم، تا آخر سال گناه میکنم، آخر سال میرم یک حج میکنم، گناهیم بخشیده میشم، یا یک حج عمره میرم، یا امی حج فرضی که هست میرم، یا در آخر عمر امی حج میکنم، وقتی که باز توبه کردم باز میرم یک حج میکنم دیگه گناهی ما، تا وقتی که من حج میرم بان که من هر چی دلم میخوای بکنم. بسیاری مردم به یک فایده مست امی قصر هم میمانیم به برنامه بعدی، چون وقت برنامه پوره شده، اشاره میکنم حتما دوستای عزیز یک برنامه دیگه هم با امرای استاد محترم در امی قسمت خواد داشتیم. امیدوار هستیم که در برنامه دیگه با امرای ما باشین و صحبت های استاد محترم بشنوید. از اینکه استاد وقت پوره شده بود ما نتانستیم که دوام بدهیم، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم. الله سبحانه و تعالی در زبان شما برکت برتن که انشاءالله و تعالی با شنیدن سخن های شما حتما یک تعداد زیادی از مردم از این دسایس و جنایت های کسایی که امروز به نام مسلمان و به نام کسایی که خودم اولادی پیغمبر میدانن و این کارا را میکنن از جنایت های از اونا بخبر شوند و انشاءالله اونا هم مثل شما توبه بکنن و برای مستقیم روان شوند. از شما جان تشکر، انشاءالله در برنامه بعدی هم همراه ما خواهد بدیم. تشکر دوستان عزیز،
برنامه ما دمی جواب پایان میرسه. شما رو به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.